بیایم سر از یک گپ بزنیم امروز که بازی روانی چی است. مثلا یک کسی که استفاده جوی از دکتر صاحب نی کوش میکنه روابط خود بسیار مستحکم بکنه، اون نفره که بالاش میخواه بازی روانی را بندازه، خدا بسیار تظاهر میکنه به متحد بودن که بسیار آدم متحد است فیگه پاس، ولی وقت فریب دادی را یا مثلا بازی روانیش به تحقق پیوست، بازی گوش میکنه آساس تا از دسترس خدا بکشه. در کل امی بازی های روانی را چند نوست مثلا تعدیدی یا یک بخش را که خودت روش کار کردی و صحبت کردی دقیق، اما ای در این حالت استفاده از عواطف هم شده میتونه، بمباردمان عاطفی هم است. بازی های روانی که مردم با افراد انجام میده ای بیشتر تهدیدی است. مثلا یک آدم دور و پر از زور نداره، برای تو در واتساپ یک رقم اختار میده که من فلانم میشناسم، که بستانم میشناسم، که اگه ای کار نکنی که او تو میکنم و تو میترسی به او تسلیم میشی. ای بازی روانی است، در حالی که او آدم هیچ چیز هم نیست. و معمولا افرادی که بازی تهدیدی روانی را انجام میتن یا بازی های روانی را، اینا مثل غبار است که میبینی که میگی که خیلی ابر کلان میباشه، که می داخلش میدره که میبینی او طرف هیچ چیز نیست. و افرادی که قربانی بازی روانی هستند افرادی هستند که از تهدید میترسن. و زیادتر در جنگا تر موضوعات شده، در جنگایی که مثلا بین کشورها بود، مثلا زندانیا را گرفته یا رئیسی را گرفته، باز بازی های روانی شده. مثلا یک قصه از هیتلر هم هست که میگه دو نفر بندی را در یک جای زندانی کده بود، ولی اینمی عادی دودی را که ما شما میکنیم چوب و میسازیم یک چیز همتر یک چی کده بود، ولی یا را تهدید میکد که نه بسیار یک مایه کشنده است. این یک نفر از این میفهمید این موضوع را گفته بودش، ولی نفر دیگهش نمیفهمید تا دیگر اون نفر فوت کرد خودش. این بازی های روانی زیادتر در جنگ شکل استخباراتی شکی میایه چشمای یکی را بسته کرده میگه میکشمش، توفانچه را نتشه کش میکنه، او آدم بارها کشته میشه چون فکر میکنه مرا میکشه، در حالی که نمیکشه. این بازی تمثیلی است تا ورخطا شوه بگه که نکش بگویه. اما اگه کمی بیاریم به سطح جامعه ما، به سطح مردم عام و بازی ذهنی را برش تشریح کنیم، مثلا به سطح کاری میگیم، یک منیجر است میگه که اگه کارهای من انجام ندادی تو را میکشم. نه تو را میکشم، مثلا چه رقم میگه؟ میگه که بیبی اگر من میایم امروی تو نان میخورم، یک بازی تهدید خیلی ساده شه برد مثال میگتم، یک نفر میایه، من میخوایم میره تکمیل بگویم دوستا بفهمه، یک نفر منیجر است که چند نفر میره نان خوردن، بعد منیجر میشینه یک نفر میگه من مسئول هستم که باید به منیجر کوک بخرم که چپس بیارم. او بیگر چرا؟ اگر نوبت است یک روز تو کوک بخر که چپس، دیگر روز منیجر تا بگو که او روز من خریده بودم مال تو بخر. نه خوی خو منیجر است، معاف است و در این مورد باید شما تسلیم این بازی ذهنی نشین، بگین که لالا یه روز من چپس گرفته بودم، برو امروز تو بگی. حال این رئیس میبینه که نه آدم هوشیار است، نوبت کام میکنه کتت، اما اگه هر روز تو برش خریده بری او هم دیگه کتا شده میره. دیگه روز میگه که شکیب چیز کو تنها چپس نی، چرا کتش یک مانستر هم ناوردی؟ و خواستای زی بیشتر شده میره چون تو به بازی ذهنیش تسلیم شدی. اگه بیاریم این موضوع را به بخش خانوادگی، من یک مثال میتم، یک نامزد است که تا خانم خود مسج میکنه که تا نامزد خود خوب استی، بخیر استی، مسج ها بالاخره میرسه به ای که ولی یاد میای یک ویدیو یک اکس تروان کو، از اکس بالاخره میرسه به ویدیو سکس. حالی دختر میگه که نه نمیتونم، خودت مرا دوست نداری، ولی نمیشه شرم از خیلایت میتم. اینی بازی ذهنیست، خیسه ایست تو ویدیو سکس روان نکنم، اینجا یک دختر است، مکت زیر ارتباط برقرار میکنم. ای بازی ذهنیست. مقصد من یک تجربه دارم از زندگیم، یک شوخی خودم کردیم همراه ینگیت دکتر صاحب. مثلا ما نامزد بودیم، ما برش پیام ماندم گفتم شانه میده شده، اینا ور خطا شدن زنگ زدن، فامیلا ها زنگ زدن، اونجا دیگه من هیچ پتام کدن نمیتونستم. صبح ما دفتر آمدم، آمده بودن میوه گرفتن که چرا شانه از این میده شده. چند وقت که تیر شد مثلا نمیتونستم او را دیگه که باز گفتم که دوستا مثلا دستاندازی کردیم یک کم اوگار شدم میده و چیز نشده. اصلا هدف ما این بود که در پیام دیگه نوشته بکنیم که شانه موی ما میده شده. این شوخی میکردم این را، این تجارب این اما این شوخی است. من در مورد بازی ذهنی صحبت میکنم. اینال این مرد میخواد که خانم خود لچ ببینه، خب به خاطر چی؟
به خاطر که ویدیوهای لچ زوربی بینه تحریک شوه و خود ارضا کنه به شکل مصنوعی. و این دختر فکر میکنه اگر به این بازی ذهنی آدم تسلیم شوه کار خوب کرده، چون او را نگاه کرده که به دختر دیگه نبینه. اما در اصل تو نیست. فرض کو اگر بریزو یک دختر دیگه ویدیوی لچ روان میکنه، خی این آدم زناکار است دیگه و تو میخوای با یک مرد زناکار ازدواج کنی؟ یا فرض کو یک مرد که نمیتونه احساسات خودتاییت کنترل کنه، واقعا لیاقت تو را داره که تشاروسی کنی، اگر من دختر باشم و نامزادم برم بگویه که یا ویدوهای لچ تروان کو، یا من فریبکاری میکنم و تو را اعلامیتون میگم هی من را اعلام بده کارت ندارم. مقصد یک رفیق ما از خودتام شکایت داره در این بازی های ذهنی که میگه یگان را مرا یگان چیز میگه که تو نمیتونی او شکل مثبت است. مثلا یک کس را تو تشویق میکنی می که تو بی غیرت آدم، تو در زندگیت نمیتونی یک کاری کنی، خب اگه میتونی برو انجام بده، این خوب است. اما اگر ما جنبه منفی هم داره، جنبه منفی شیست که تو یک کس را چلنج میکنی به ای که برای تو ویدوی سکس روان کنن، تو یک کس را تشویق میکنی به ای که برای تو پیپسی بخرج که رئیس هستی، در حالی که وظیفه تو پیپسی خریدن به او رئیس نیست، دلش به قفه، از خود دفاع کو. ایناله فرض کو هر آن کسی که با تو بازی ذهنی میکنه، تو باید ببینی که سودش به تو چیست و تاوانش به تو چیست. این دختره که ویدوی فرض کن این دختر روان کرده می ویدیوی لوچ خوده و بعد این آدم عادت شد که هر روز به شکل مصنوعی خود ارضا کنه، ضرورت داره به عروسی آمادگی بگیره؟ ضرورت داره بر دختر طلا بگیره؟ ضرورت داره مصرف کنه؟ خونه دیگه خوبی دوست آمده میره این خود ارضا کرده رئیس عادت شده. اما یک جوانی که منتظر زیست که خانم خود لوچ ببینه به شکل حلالش، او طلای خودم پوره میکنه، او لباسش هم میگیره، او خانه را آماده میکنه، اما چیزی که او مرد به خاطرش کار میکنه تو را آلریدی به شکل مصنوعی برش دادی، او دیگه ضرورت نداره آمادگی بگیره، احترامش هم به تو از بین رفته، بازی ذهنی با تو کرده و دیگه روز تو را میگه تو اگه دختر خوب میبودی بر من ویدوهای لوچ تروان نمیکردی، امیره برد میگه. و اگه ای را بیاریم به سطح دوستیش، میخوایم در این مورد مثال بتام، یک دوستت از برای تو خیلی خود شیرین میسازه و بعد تو را میگه و یک داستان حقیقی یک بچه است و ما میخوایم به خاطر بگویم که مردم ازش یاد بگیرن، به خاطر اینکه متاسفانه در جامعه داستانای مختلف دقیق بوده و کس نشنیده و گفته نشده. دقیق یک دوست میخواد میگه بیا امشب کل دوستا را میمان کردیم تو هم بیا. دوستش که میره کته برای میمانی سعی میکنه که هیچ کس میمان نیست. خب میگن کجاست؟ میگه والا میای تو یکم منتظر باش، میای باش منتظر باش، منتظر باش، منتظر باش، بچه را منتظر میمانه تا ساعت 9. خب در شب اولش وقتی میگفتی کجاست و میدیدی که اندیوالانه زنگ میزدی که ای بچه کلا گیره خواسته یا تنامره. ما دکتر صاحب گپایتان ادامهش باز شما بگوین که یک کس را میگه که من اینجا هستم در این چارایی 3 ساعت نمیره از اون نفر، اما مهم نیست، او مورد عادی است، بر تو ضرر نمیرسه، اما اینجا را بیبی که پلان چیست، بچه را خاص که بیا کل اندیوال ها را خواستیم، سعی میکنه هیچ اندیوال نیست، خانم تنهاست، مادر نیست، پدر نیست، همشیره نیست، ای بر تو نشان میده که یک چیز غلط در راست. چرا بازیش میخوری؟ چرا بازیش میخوری؟ به این خاطر که برات میگه که بیا یک مرغ بریان شده بگیریم، بیا یک کم کوک بگیریم، یک دو دقیقه باش میاین. خب تو احمق هستی، بازی خورده رایستی، در دلت میفهمی هم که یک چیز خراب است، یک جای کار میلنگه، اما بازم منتظر 6 ساعت 9 میشه. بعد از ساعت 9 بچه را میگن که خب تو اینجا تناستی با من میخوایم از تو سوء استفاده کنم. بچه میگه که بیادر، تو بیادر مستی، من تو را خواستی، مرا اینجا خواستی به خاطر رفاقت، میگه از تو استفاده میکنم. بچه میگه من نصف شام میرم. میگه برو دوزاست، بری میکشی، ای بازی ذهنی دیگه. ساعت 9 شب هیچ دوز نیست و اگر دوز باشم بهتر است مرا بکشه که شهید چه اون نسبت به اینکه کسی ازم سوء استفاده کنه. این بازی ذهنی است. خب اولا دوز داست، نصف شب خانه بری به پدر چی میگی؟ خب میگمش که یک رفیق ناجوان داشتم، میخواستی رقم پلان سرم داشته باشه، بریم بس کارا بگیم که دزگیرش کنه. امی موضوع را که گفتن که یک رفیق ناجوان داشته، سوال به اینجا پیدا میشه که انگیزه پنهانی هم از اگر در بازی ها دقیقا. خب تو را میترسانه، مثلا شو بری آلش بیرون رفته نمیتونی دوز میکشید، خب نمیخواید تو بیرون بری یا پیش پدرت بری چی میگی؟ هر آن کسی که شما را تهدید میکنه، چیزی که از چیزی که میترسانید او کارکو،
مثلا دختر بچه برات میگه که دختر ویدوی لو چتا برم روان کو اگنی بازی لایت میتون بگو لا بته. بچه برات میگه به پدر چی میگی؟ حالا به پدرت میری میگی که بچه ای رقم میخواست؟ ها میرم به پدرم میگم. وادارش میکنه واسه خیر بشه. ها دقیقاً چیزی را که به شما را ازش میترسانه بگو برو کار کو. مثلا یک کس برام میگه اگه برام پپسی نخری از وظیفه میکشمت، میگم برو دست خلاص بکش. یا اینجی ها اینال ای بچه به خاطر این ترس مجبور میشه که او امرش رابطه نامشروع داشته باشه و بعد ویدیویش بگیره و برش بگه که حال هم رابطه نامشروع کتم داشته باشم پول بده. پس اگر خلاصه کنم تمام سوء استفاده و بازی های روانی با تهدیدها آغاز میشه. اگر میخواین ازشان دامان باشین از هر آن چیزی که شما را میترسانه بگوین انجامش بده. یک دختر در خارج است، یک نفر گفته که عکسای تو پیش ماست از دوره که برام عکسای روان میکردی، یا برام پول روان کو، یا برام پول روان کو، یا مرا او کشور بخوای یا عکسایت شیر میکنم. دختر به ما زنگ زد گریان میکرد دکتر چی کنم. گفتم با او بچه بگو که برو عکسای ما شیر کو. اینال تو با او بازی ذهنی انجام بده. گفتم چطور؟ گفت چطور؟ گفتم برش بگو که تو در افغانستان هستی، در وقتی هستی که طالبا حکمرانی میکنن، برو تو عکسای لوچ مرشیار کو در سوشل میدیا. ما خود خارج هستم، بیا درایم شاید یک ده روز کتم گپ نزنه ببینم که امرای تو چی میشه. ما شکایت میکنم به طالبا، عکسای خودم برش میگم و هستی هم در افغانستان واسه که طالبا تو رو چی جور میکنه. وقتی به بچه ای گپ گفته، بچه پس گفته که ما امیگه کار به خاطر کردم، به خدا که هیچ عکست پیشم باشه، موبایل مام دلیت شده، عکسای مام دلیت شده، به خاطر که پیسه روان کنی غریب هستم، خیر پیسه روان کو. باز دختر گفت که چی کنم. گفتم آدمی که تو را میتونه اختار بده دوستی با او به نظر چیز خوب است؟ گفت نه. گفتم خیر چی باید کنی؟ گفت خیر بلاکش میکنم. بلاک کرد پیغام شد. پس اگر با وجود این مثالای زندگی که من میتونم، اگر دخترها بازم قربانی بازی ذهنی میشه دیگه شرم است.